مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه همه تیم زن میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه در خصوص افشاگری بلاگرهای باکلاس پولدار لکچری خارج رفته خصوصا ترکیه و استانبول چین عمل کرده، لبژل زده، بوتاکس کرده، پر از چوسی و کلاس و انچوچک هایی که سریال افشاگری ما به ایستگاه پنجام و قسمت پنجام رسیده و یه جوری این بلاگرها ما رو اصلا آهشون گرفته بود. من 10 روز مریض شده بودم، یعنی یه بیماری عنی گرفته بودم، نمیتونستم حرف بزنم، صدام گرفته بود. انچوچکا آهتون بعد منو گرفتا تو این فعالیتاتون. امروز در قسمت پنجام باز یه سری از این بلاگرها رو بخواییم نشونی بذاریم کنار که اینقدر حس خورده من اینجوری مریض شدم افتادم روی گوشه دیگه. انچوچکا یعنی هر زاویه لامصب بهشون نگاه میکنی یه باگ دارن. بعد جدیدن هم مد شده گله‌ای فعالیت میکنن، بهشون میگن بلاگرهای گله‌ای، یعنی مثل گله گوسفند راه میفتن توی این فضای مجازی، 4-5 نفره فعالیت میکنن، 5-6 نفره برای خودشون تولد میگیرن، سالگرد آشنایی میگیرن، سالگرد دادن از پشت، دادن از جلو، مالوندن سینه توی سینما، توی تاکسی خوردن، در تاکسی خوردن، سر کوچه بنبست و در مکان رفتن و نمیدونم گل قالی و دیدن و چیز بالا و اینا، خلاصه گله‌ای شدن و گله‌ای کلا فعالیت میکنن. اسم خودشون هم گذاشتن بلاگرهای گله‌ای. بریم ببینیم که چه فعالیت‌هایی میکنن این بلاگرهای گله‌ای. بلاگرهای گله‌ای یه مش آدم‌های علاف، بیکار، بی استعداد و کلاً هیچی ندارن، دور هم دیگه میشینن میگن چیکار کنیم، میگن که خب خوبه دیگه، ما یه سری ملت حشری اند عصبی داریم که اینها اگر ما یه چاک سینه بندازیم بیرون اینجوری میزنن کف دستی و ما رو فالو میکنن. یه دیگه شون هستن که با چاک سینه کارو در نمیارن، قنبله یه سری جای دیگر اگر ببینن اینجوری میزنن و فالو میکنن ما رو. یه سری دیگه اصلا پکیج باید کامل باشه، یعنی باید شما یه جوری عکس بگیری مثل این عکسی که بالا و پایین پکیج رو ببینم. البته دوستان به من میگن شما خیلی منحرفی، خواهشن، ناموسن، ول شرافتن، خودتون نگاه بکنید این عکسو، یعنی شما این عکسو میبینید به چی فکر میکنید؟ البته ایشون خواننده هستن ولی خب بقیه بلاگرها منظورم. خلاصه این بلاگرهای منیوچ اند منیوچ، یعنی منیوچ در منیوچ میان و یه سری عملهای زیبایی و جراحی انجام میدن، از لولو تبدیل میشن به اولو و چاک سینه و سایر دم و دستگاه و احما و احشام رو میندازن بیرون و شروع میکنن برای خودشون مراسم های تولد و چیزهای مختلف گرفتن. یه چسته فالوور میگیرن. چوپان محل و چوپان این گلای بلاگرها میاد بهشون تبلیغات میده. دست بر قضا این گلم همه با هم دیگه یک تبلیغ، یک متن و یک سبک تبلیغاتی خاص دارن. مثلا همشون با هم به صورت خودجوش یه دایرکت براشون ارسال میشه مثلا با فلان موضوع خاص که اون چوپان اصلی و لیدر اصلی به این گله گوسفند بلاگرا گفته که باید این کار رو انجام بدید و این موضوع رو اصطلاحا منتشر بکنید. کوئسچن باکس مثلا باز میکنن، میگن که فلانی شما این پیشبند رو از کجا خریدی؟ میگه که از دکتر گوزیان در فلان چسیان. خب یا مثلا فلان کارتو کجا انجام دادی؟ میگه رفتم پیش فلانی انجام دادم. همم مثلا یه سبک خاص دقیقاً مثل هم دیگه. نمونهش این تبلیغ خاصی که این گله گوسفند با هم دیگه انجام دادن. ببینید همه متن‌ها شبیه هم دیگه، انگار رامسته رو دارن میخونن، بعد همه هم از زبون خودشون دارن این سبک تبلیغو میکنن. ببینید بچه تو این شرایط سخت اقتصادی واقعا فشار روی تک تک ماها زیاد شده و هر کسی باید درآمد داشته باشه که بتونه گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه. و از همه مهمتر هر کجای دنیا که زندگی کنید به عنوان یک زن باید استقلال مالی داشته باشید. چون من درک میکنم که تو این شرایط بد اقتصادی که فشار رو تک تک ما زیاده، هر کسی باید درآمد داشته باشه تا بتونه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون. از همه مهمتر هر کجای دنیا که زندگی کنید به عنوان یک زن باید استقلال مالی
داشت. الان به خاطر اینکه شرایط اقتصادی خیلی بده و فشار روی همه زیاده، همه ما باید درآمد داشته باشیم تا بتونیم گلیم خودمون رو از آب بکشیم بیرون. تازه به عنوان حالا یه زن هر جای دنیا که ما بخوایم زندگی بکنیم باید بچه‌ها واقعا تو این شرایط بد اقتصادی که فشار روی تک تک ما زیاده، هر کس باید درآمد خودش رو داشته باشه و خودش بتونه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون. و از همه مهمتر اینه که هر جای دنیا بخواید زندگی کنید، خانوما باید یه استقلال مالی داشته باشن. بله، این چند تا بلاگر رو دیدید همه شبیه هم دیگه، بعد ماشاءالله فقط اون متن دایرکت اسامی عوض شده. مثلا اول شده حنا، بعد شده شیما، بعد شده مینا، بعد شده اینا، بعد شده انها، بعد شده گوزا. مثلا میگه گوزا خانم شما مثلا چیکار کردی، چوسی خانم شما چیکار کردی، ان خانم شما چیکار. فقط اون اسم عوض شده. به این سب تبلیغات بهشون میگن تبلیغات گله‌ای و به این بلاگرها میگن بلاگرهای گله‌ای که یک لیدر دارن به اسم مستر چوپان که اینها رو حمایت میکنه و هدایت میکنه کش کش برن جلو. بعد اینا که اینجوری تبلیغ میکنن واقعا پولی که در میارن حلاله؟ قشنگ خیلی شیک و مجلس دروغ میگید دیگه، همتون با هم دیگه ادعاتون هم میشه. بعد ما راجع به این انچوچک ها که افشاگری میکنیم ما میشیم بده، این انچوچک ها میشن خوبه. دو سال پیش گفتیم آقای سردار آزمون انقدر شیطنت نکن، انقدر با این دختر با اون دختر نرو، آقای مهدی طارمی، آقای فلانی، آقای رامین رضاییان و سایر بازیکنان فوتبال میگفتن چرا راجب استرهای فوتبال ما صحبت میکنی، چرا یک کاری میکنی اینا محروم بشن. بفرما دیروز رسانه های روسی خبر زدن که آقای سردار آزمون برداشته و یه خانم رو حامله کرده، الان خانم هم میگه که این بچه من از سرداره. گوش میدادی اون موقع اینجوری گند بالا نمیومد؟ اون موقع ما بده بودیم اینا خوبه بودن. و مثلا در این اینستا رو باز میکنی همه ترکیه تو این فروشگاه ترکیه جلو آینه دارن استوری میگیرن. قبلا محل تجمع فاضلابای مجازی بود که یه مش سایت شرط‌بندی و کلاهبرداری تبلیغ میکردن، الان شده محل تجمع این بلاگرهای کلاهبردار. مثل گله گوستن را افتادن همه چون رفتن ترکیه. حالا یه آمارم از این ترکیه به شما بدم جالبه. سیم میکروفون ما هم سرویس کرد ما رو، دو صده میکشمش این برای نمیاد، ببخشید. آماره رسمی خودشون و مسئولان ترکیه میگه که 126 هزار تا ایرانی بلند شدن رفتن ترکیه. آماره غیر رسمی که ما شنیدیم از منابع خودمون میگن 250 هزار تا ایرانی توی همین چند سال گذشته رفتن ترکیه برای اینکه اقامت ترکیه رو بگیرن، مثل این بلاگرای انچوچک. باید مجموعاً 250 هزار دلار سرمایه گذاری بکنن. طبق آمار خودشون اگه 126 هزار نفر، نفری 250 هزار دلار پول اون مملکت رو برداشتن رفتن ترکیه سرمایه گذاری کرده باشن، ناقابل 31 میلیارد و 500 میلیون دلار ارز از ایران خارج شده آقای مسئولین، که میشه 882 بیلیون تومان پول فقط تو همین یکی دو سال گذشته رفته ترکیه. بعد عشقشون هم اینه که پاسپورت ترکیه رو میگن، پاسپورت ترکیه رو هم بگیرید هر جای اروپا بخواید بیاد بعد ویزا بگیرید، اون پولی که توی بانک خوابوندید بهتون یه سنت یه لیر بهتون وام نمیدن. البته اونایی که عقلشون کار بکنه مثلا میان تو اروپا، یه سری کشور اروپایی هستن با 250000 دلار به شما تو اروپا هم اقامت میدن، یعنی پاس اروپایی میتونید بگیرید. اما خب بازار دلالی ها تو ترکیه قویه، چون یه سری آقازاده های ایران الان ترکیه هم و دارن ساخت و ساز میکنن تو ترکیه و ایرانی ها دارن ثروتشون خارج میکنن. البته آمارهای غیر رسمی میگه 250 هزار تا ایرانی رفتن تو این یکی دو سال، که میشه 62 میلیارد و 500 میلیون دلار ارز ناقابل از ایران خارج شده، که میشه 1 بیلیارد و 750 بیلیون. تالا اولین بار بیلیارد رو فقط شنیدم که باش بازی میکنه. بله، برای اینکه بلندشن برن ترکیه این پول کشور بی ارزش بوده، پول ایران بردن اونجا که مثلا پولشون حفظ بشه. این هم از این ماجرای بلاگرها که با این تبلیغات و اینا رفتن اونجا از فروشگاه آنلاین شاپا و جای مختلف و جنسای فیک دست 4 5 ترکی هم براتون استوری میذارن، شما میگید لوی ویتون، شانل، نمیدونم گوچی، یعنی صدی ده فیک، از هر 100 تا 90 داشت فیک 10 داشت جنسای
اصطلاحا درست حسابی تو ترکیه است. این از این. یه سری از این بلاگرهای انچوچک بودن که ما قبلا راجعش افشاگری کردیم. امروز من داشتم نگاه میکردم دیدم یه پست منتشر کردین شیما استایله، گفت از امروز به من بگید خانم دکتر داروساز من چیچی که باید برای ایشون اون شیشک مخصوصه رو بکشیم، که میگفت یه ده روز اجرا نکردم شیشک مخصوصه نیاد به این پستش. بعد ملت حشری اند عصبی که من واقعا سوال دارم که اینا جز این که اندام خودشونو میریزن بیرون چه ویژگی دارن که شما میرید فالوشون میکنید؟ ملت حشری اند عصبی برید بپرسید که ایشون چجوری الان در هند شدن دکتر، که البته من دو ماه پیش در قسمت 24 افشاگری بلاگرها گفته بودم که این خانم شما استایل میاد سرتون رو چند وقت دیگه کلا میذاره و میگه که من دکتر شدم، چون من گفته من دکترم و یه چند وقت هم هست خیلی دارم زحمت میکشم و انقدر با خودکار نوشتم جای دستم فلان شد. اون شوهرش که دکتر فیکه، هنوز مدارکش پاس نکرده، هنوز اون تو پاچه یه دن هرفته، ایشون هم خودشو دکتر حساب کرد. چون تو هند میدونید که شما میتونید با پول صندلی بخرید، با پول یه عده برن جای شما امتحان بدن و با پول میتونید مدرک بگیرید. برای همین دو ریال مدرک هندی ارزش نداره، مثل مدرکی کشور اوکراین میمونه، چون با پول میتونید مدرک رو بخرید. که من دو ماه پیش گفته بودم که ایشون قراره که همچین کلکی رو بزنه، البته خیلی ها دیده بودن خیلی ها ندیده بودن. حالا اون دوستان حشری اند عصبی دیکم گرفتم، اگر ندیدید برید ببینید، الان برای تو پخش میکنم که دو ماه پیش من گفته بودم. فیک تره شما استایل دیروز دونه استوری گذاشته بود، دکتر هم نیست شوهرش دیگه، اون شوهر فیک تر از خودش که خودش هم دکتر معرفی کرده، آیدی دکتر هم برای خودش گذاشته که اصلا خودش جل عنوانه، رو مدرک دکتری تو رو نشون بده بعد بگو من دکترم. خود این شیما هم رفته یه دونه صندلی پلات خریده توی هند، ماشاءالله با پول اونجا هم کار میشه کرد. یه کسی دیگه ای واحده رو پاس میکنه، این مدرکه رو از اون میگیره، بعد حالا سب کنید دو سه سال دیگه میاد دیگه من نمیدونم دکترا گرفتم، دکتری گرفتم، دندون پزشکی، یه چرت و پرتی گرفتم، مدرک با پول میخره بهت نشون مردم میده. حالا سب بکنید رو میشه این قضیهشون. بله بعد ایشون استوری گذاشته که بله من چند وقتی از خیلی زحمت میکشم در هند ادامه تحصیل دادم. بابا با این دروغا فالوور میگیرن، با همین فالوورا تبلیغ میکنن، با تبلیغات پول در میارن، با پول میرن میدن یکی جاشون امتحان بده، یا صندلی میخرن یا جایگاه وی آی پی میخرن توی دانشگاه و مدرک میگیرن، باز برای خودتون چوس کلاس میذارن، یه رینگ جوس کلاسیه برای یه سری آدمهایی که آگاه نیستن. بله اینم از خانم شما استایل و سایر برابچ دیگه. حالا این خوبه، یه سری دیگه اینشون هم که دیگه اصلا تکلیفش مشخصه، یه سری دیگه لامصبا میان از باسن شوهراشون تولید محتوا میکنن. نمونش ایشون، ببینید باسن شوهر رو در تبع اخلاص گذاشته که بتونه تبلیغات بکنه، یا اون کی اومده عکس شوهرش رو گذاشته با پیشبند سوء استفاده از شوهر، بعد یه دونه استوری خودش ریپلای کرده گفته که وا این پیشبندتون رو شما از کجا خریدید؟ به اینو شگرد ها و شیوه های قدیمی تبلیغات. بعد گفته آره عزیزم از فلان لینک رو میخوام تبلیغ پیشبند بکنید، بکن دیگه، این چه چوس کلاسه که دارید میذارید. بعد میری تهش رو در میاری میبینی یه ده از این افراد با مسخره بازی و انچوچک بازی تو فضای مجازی معروف شدن، بعد یه چوسه که فالوور گرفتن خودشونو کردن بلاگر، اون بالا نوشتن بلاگر اینفلوئنسر نمیدونم فلان بیسان. نمونهش این دو نفر، ببینید این فیلمو. اشکال نداره کاش یه ماشین پیدا شده برای بیمارستان. کاش آقا نگهدار نگهدار چونه رو یه روز نایمده کنم قیلی میکشید. آه نه 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 سارا با ترورمون که میکنن، الاسترام که همه آلوده،
دیگه این شهر جای موندن نیست. نه یعنی ناموسن یا همسایه‌ای نبود با آجر بزنه تو سر این دوتا؟ خدایا به حق این شبای هالووین اینا رو خارج از نوبت شفا بده. خب انتیچک اون شیشه آب جمع میذاری زمین که بکوب رو زمین، یک کار بکن طبیعی جلوه بدی. یعنی اینقدر زیر پوستی اینا اجرا کردن موهای تن من سیخ شد. هرچند وقتی سوپر استار ما میشه گلزار با این نو بازی گود گلزاریش که خیلی زیر پوستی اجرا میکنه و بازی میکنه، دیگه چه انتظاری از اینا دارین؟ ببینید این بازی گلزارو. سلام، اتفاقی افتاده؟ سلام، من نمیتونم پیاز داغ درست کنم. منم نمیتونم درست کنم، گیریه نداره. دقیقا این بازی گلزار مو نمیزد با اینا. یعنی کل فیلمسازهای دنیا در شوک این اجرای پشمیزون این دو نفر بودن. یعنی لاموسن اسکار کمتونه به مولا. بریم یه چوچک دیگر رو ببینیم. یعنی من فدای اون ساقبند دستهات بشم که یاد خانما میافتم. ببینید، ببین کی بازنده است، ببین روزات با کیا سر شده، هر شبت با یه لاشی صبح شده، رخ بودنت یه هی دلیل نمیشه، هر تایمه با این و اون سر بشه، تو که داد زدنات هی رو من بود، اما شاد بودنات با اون بود، باش پارتی رفتن ها و تو رخصتان بود، تو قردادن ها تو شبای بیقراری و حال سگی منو، روح حیرونم و مخ ارور منو، لب به لب سیگارم و خودسکار و گیتارم و سبکو چیچی و گیتارم و خودسکار و گیتارم و خودسکار و گیتارم و گوز و خودسکار سیگارم و خودسکار یعنی چی؟ منی و چی؟ یه بار دیگه گوش بدید. خودسکار و گیتارم و آره لب به لب سیگارم و خودسکار و گیتارم و خودسکار و گیتارم و بعد شیوه خوندن اگه یارم و گاهی منو با این صدای بالا پایینم و با این بکراند پر از انگو هم و با اون حال آجوری و اون آب و هوای چسمیخ هم و آخه چسمیخ کی به تو گفت خواننده بشم و کی به تو گفت آخه خواننده بشی؟ فقط یه چیزی از رپ شنیدید. اوف. این بعدی رو ببینیم. به خاطر اسمیام این همه راهو به خاطر اسمیام این همه راهو میگیریم تو شبان باز شای ماهو یه وقت نخواهی من آفتن ها بزاری عزیز من نکن این اشتباهو آخ این بری میبری اون بری میبری دل من رو هر جا میبری خوشگل من و من عاشق زمان دل من رو آسون میبری بیرو سری خوشگل تری خدا کنه نگیرن ساری عشق منی قول منی بدون من دیگه نری جایی سلطان فقط خواستم بگم که این دیسکی کمرت یه عمر به فنا رفت، خواستم در جریان بشه. احتمالا اون بالا مالای یه لامپی سوخته بوده، اینا داشتن میرفتن عوض کنن اون لامپو، چون به همه چین ابهت و این سیبیل و این هیکلا میخورد جز رقص میله. خواستم بگم به حال در جریان بشه. لامصب پایینی هم یه جوری سیس گرفته بود، گفتم الان طلای المپیک رو تقدیمش میکنم. اوه چقدر هرس خوردی. من 7-8-10 روز این آه این بلاگرهای انچوچک ما رو گرفته بود، مریض شده بودیم، فشار نباید میوردم این تارای صوتیم دیگه. ببخشید آخه ولی یه سری گوزوه بلاگر مگه میذارن ما فشار نیاریم به این تارای صوتیمون؟ تازه خوب شدیم. در صورت مرسی اگه خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، برامون کامنت مثبت بذارید، دورمون بگردید، بفرستید برای دوستاتون تو کانال‌های مختلف تلگرام اینستا جای مختلف. اگه خوشتون نیامد دیسکانکت بکنید، دیسلایک بکنید. دیسکانکت چیه؟ دیسلایک بکنید، پشت خار مادر بدید، شیر نکنید، هر کاری دوست داشتید بکنید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.